این هفته پرواز مجازی در آسمان، بلنگوی هوشمند جدید در آلمان، هلو مانگنتا، و روبوتکس با تیمی از ایران. صبح یه روز سرد زمستون، یه پایگاه هوایی درست بیرون لندن. بهترین جا برای مقایسه تجربه عالم واقعی با معادله کامپیوتریش. واقعیت اینه که واقعیت مجازی اونطور که خیلی از شرکت‌های فناوری فکر می‌کردن نگرفته. ولی به مرور دوربین‌ها ارزان‌تر میشه و سازنده‌ها هم چیزهای جدیدی اضافه می‌کنن. آیا ممکنه در نهایت بتونن با ذات ترسناک واقعیت رقابت کنن؟ به زودی جوابش رو می‌فهمیم. اول کلیپ رو ببینیم. کلیپ ما به هیجان انگیزی تاپگان نبود، ولی بالاخره باید تو برنامه میذاشتیم. ایس کامبت از بازی‌های کامپیوتری قدیمیه. هدفش بیشتر هیجان رو بزن بکشه تا شبیه‌سازی دقیق پرواز. آخرین نسخه بازی ایس کامبت 7 یه حالت وی آر هم داره که بازیکن میتونه عینک مخصوص رو بذاره و بازی رو تمام و کمال تجربه کنه. قرار من و کیت سوار دو تا هواپیمای مخصوص پروازهای نمایشی بشیم. به به. رفتیم هوا. این هواپیماها مثل جت سری نیست، ولی بدنش طوری طراحی شده که قابلیت مانورش بیشتر بشه. در نتیجه میشه باهاش کارهایی کرد که ما هر دو به غلط کردن افتادیم که قبول کردیم سوار شیم. قرار شد یه تعداد مانور انجام بدن که شبیه جنگ هوایی باشه. اول کنار هم پرواز کردیم. بعد یه هواپیما جدا شد که اون یکی رو تعقیب کنه. درست مثل جنگ هوایی. بهمون گفته بودن که تو بعضی از این مانورها شتابی تا 5 برابر شتاب جاذبه زمین به آدم وارد میشه. یعنی انگار وزنت 5 برابر بشه. و هشدار داده بودن که ممکنه حالت تهوع بگیری. کیسه هم بهمون داده بودن. چطوری کیت؟ یه دقیقه هیچی نگو. حالا بریم سراغ بازی کامپیوتری. این بار پامون رو زمینه. اول یه دست بدون وی آر بازی کنیم. یکی داره منو میزنه. دخلشو آوردم. پرواز واقعی رو تجربه کردیم. حالا راحت سر جامون جلوی تلویزیون نشستیم ببینیم ایس کامبت 7 توی واقعیت مجازی چقدر با واقعیت فرق داره. اطرافت رو که نگاه میکنی تن خودت رو میبینی. همین یه احساسی بهت میده که واقعا توی اتاق خلبانی. بازی توی وی آر یکم سخت‌تر از بازی معمولی رو تلویزیونه. چطوری کیت؟ حالت تهوع دارم. واقعا؟ آره. وی آر حال بعضی ها رو بد میکنه. من وی آر زیاد بازی کردم، ولی این مثل هواپیما سواری واقعی حالم رو بد کرد. تا موقع غروب کارمون تموم شده بود. بین کارهایی که امروز کردیم کدام رو بیشتر از همه دوست داشتی؟ بدون شک هواپیمای واقعی رو. فکر نمی‌کنم بازی مثل عالم واقعی بشه، مگر اینکه یه کابین وی آر داشته باشی که بشینی توش. وی آر از نظر شبیه‌سازی حس پرواز بد نیست، ولی به هیچ وجه به پای تجربه واقعی نمی‌رسه. فقط مونده صحنه آخر تاپگان که به سمت غروب از دوربین دور شیم. بعدش بریم استراحت کنیم. آره. این روزا بلنگوهای هوشمند زیادی توی بازار پیدا میشن. گوگل، اپل و همینطور آمازون مدل‌های مختلفی از بلنگوهای هوشمند رو به بازار ارائه دادن. حالا یک شرکت ایرانی در آلمان یک بلنگوی تازه هوشمند درست کرده. اونم برای دویچه تلکام که بزرگترین شرکت مخابراتی اروپا است. بامداد اسماعیلی به دفتر این شرکت در دارمشتات رفته تا ببینه اساساً این بلنگو با بلنگوهای مشابه چه تفاوتی داره.
هلو ماگنتا اسم این بلندگوی جدید هوشمنده که شرکت اکسسیو اونو درست کرده. حدود 40 نفر بیش از یک سال و نیم روی نرم افزار و سخت افزارش کار کردن. هدف این بلندگوی هوشمندم که مشخصه. شما سوال میکنید و ایشون جواب میدن. هلو ماگنتا. Wie geht es dir? Hi, was kann ich für dich tun? Wie ist das Wetter heute in Darmstadt? Hier kommt das aktuelle Wetter. In der nächsten Stunde bleibt es in Darmstadt sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen aktuell bei 15 Grad und steigen leicht. سوال شده که هوا چطوره؟ بعد این سوال رو میدن به سیستم و این بعد دنبال پاسخش بگرده. بله بله. بعد اینکه منظور کاربر رو قسمت هوش مصنوعی تشخیص داد، این منظور رو برای ما میفرسته به صورت یک کد و این کد متناظر با این کد ما یه برنامه‌ای داریم که میفهمیم این کد مربوط به وضعیت هواست و میریم وضعیت هوا رو از جایی از سرویس‌های خارجی میگیریم، یعنی خارجی منظورم ترد پارتی میگیریم و این رو به کاربر اعلام میکنیم. چند تا سوال میتونه جواب بده؟ محدودیت وجود نداره. شما میتونید هر چقدر بخواید بهش اینتنت های جدید معرفی بکنید و سیستم رو آموزش بدید. مسئول این پروژه گودرز محبوبیه که مدیر عامل شرکت اکسسیوست. اونا تمرکزشون روی پروژه های بزرگ آیتیه، مثل نرم افزاری که برای پست آلمان درست کردن یا یک کتابخانه الکترونیکی به اسم تولینو. این بلندگوی هوشمند اما یکی از بزرگترین پروژه های این شرکته. ولی با وجود دستگاه‌های مشابهی که وجود داره، چرا باید یه بلندگوی هوشمند دیگه تولید کرد؟ خب من فکر می‌کنم که همیشه رقابت برای بازار خیلی مفیده. ما نمی‌تونیم اینجوری بگیم که حالا چون آمازون یک همچین دستگاهی رو درست کرده مثل الکسا یا گوگل درست کرده دیگه هیچ کسی دیگه نباید درست بکنه. یکی دلیلش اینه و دلیل دومی که من فکر می‌کنم اینه که ما توی اروپا می‌تونیم ثابت بکنیم که شرکت‌های بسیار مفیدی در اینجا وجود دارن که می‌تونن یه همچین پروژه‌های بزرگی رو انجام بدن، واسه همین برای ملت خوبه و من معتقدم که اروپایی‌ها و به خصوص آلمانی‌ها از این محصول خیلی استقبال خواهند کرد. اما سوال اینجاست که این بلندگوی هوشمند چه نقص یا کمبودی رو میخواد جبران کنه که بقیه سیستم‌ها احتمالاً نتونستن. مسئولین پروژه میگن شاید فرق چندانی مشاهده نشه، اما تاکید میکنن که این یک پروژه اروپاییه و از نظر امنیتی از سیستم‌های آمریکایی بهتره. محافظت از اطلاعات این موضوعی که خیلی اینجا مطرحه. من خیلی دوستامو دیدم که مثلا از واتساپ استفاده نمی‌کنن چون میگن داده‌های ما اصلا معلوم نیست کجا هست. این یه ویژگی مهمش اینه که داده توی آلمان هست، توی اروپا هست و بر اساس قوانین اروپایی محافظت میشه و این یه اطمینانی به مردم میده که از این استفاده کنن، مخصوصا یه قشری که مسن‌تر از نه خیلی جوونا، چون جوونا باز افن‌تر شدن ولی هنوز توی آلمان هستن کنسرواتیو. یعنی فهم میکنی که مسن‌ها از این استفاده میکنن؟ این امید رو داری؟ بله. یادگیری اولش یکم زمان میخواد مثل همه دستگاه دیگه، ولی خیلی ساده است. یعنی شما باش کار کردین دیگه روزمره خیلی کاراتون رو انجام میده، یه خورده تنبلتر میشین چون که همش از طریق صدا، مثلا میگه واسه من رادیو بذار، فلان رادیو رو بذار، فلان کانال رو توی تلویزیون پخش کن و این باعث میشه که عادت کنین به این دستگاه. جالبه بدونید که یک خانم هنرپیشه سوئیسی صدای این دستگاه رو خونده و تا الان حدود 3000 کلمه رو ضبط کرده. این بلندگوی هوشمند فعلا فقط آلمانی صحبت میکنه. ما یک شریک در فرانسه داریم. این دستگاه در یک نسخه دیگه و با یک صدای دیگه فرانسوی هم بلده. مهندسین ایرانی این دستگاه رو ساختن. زبان فارسی چی؟ فارسی زیاد ساده نیست. من فارسی بلد نیستم. ولی میتونی یه فرصت باشه. از نظر فنی امکانش هست. خب کار ما تموم شد و حالا گرسنه‌مون شد. یه سوال تخصصی از ایشون بکنیم. هلو ماگنتا. Wo ist das beste persische Restaurant in Darmstadt? Was soll ich übersetzen? Persisches Restaurant in Darmstadt. In welche Sprache soll ich das übersetzen? In Persisch. هلو ماگنتا هنوز بعضی از سوالا رو متوجه نمیشه. فعلا 1000 نفر در آلمان در خونه‌هاشون اون رو امتحان میکنن تا آخرین نقایصش اصلاح بشه.
در هفته‌ای که گذشت شرکت چینی شیائومی نمونه گوشی تبلت رو به نمایش گذاشت که میتونه از دو جا تا بشه. 24 پیک خودران در دانشگاهی در آمریکا رسما فعالیت خودشون شروع کردن تا به دانشجویان قهوه و پیتزا برسونن. و فرودگاه گتویک لندن اعلام کرد که از تابستون مرحله آزمایشی استفاده از ربات‌های پارکبان رو برای پارک کردن خودروها آغاز می‌کنه. این ربات بازوهایی داره که باهاشون خودرو رو بلند می‌کنه و بعد از حملشون به موقعیت مورد نظر پارکشون می‌کنه. با توجه به اینکه این سامانه تاریخ برگشت صاحب خودرو رو می‌دونه، می‌تونه جایی پارکشون کنه که نیازی به دسترسی لحظه‌ای بهش نباشه. اینطوری ظرفیت پارکینگ 1/3 افزایش پیدا می‌کنه. این هفته روشن شد که ما میتونیم برای تشخیص هویت شامپانزه‌های ربوده شده از امکان تشخیص چهره استفاده کنیم. این روش مشابه الگوریتمی عمل میکنه که در شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی چهره دوستاتون به کار میبرند. اگه یکی از حیوانات ربوده و قاچاق بشه، مسئولان پیام هشدار دریافت میکنن و میتونن مظنونان رو هدف قرار بدن. و اسپاتیفای اپ پخش موسیقی نسخه بروز شده جدیدی بیرون داده که به کاربرانش این امکان رو میده تا هنرمندانی که دوست ندارند رو مسدود کنند. میتونید از منو گزینه‌ای رو انتخاب کنید که میگه از این هنرمند چیزی پخش نکن. این تغییر پس از اون ایجاد شد که کاربران رسانه‌های اجتماعی کارزاری رو علیه آرکلی، آوازخوان آمریکایی با هشتگ میوت آرکلی به راه انداختند. آرکلی متهم به یک سری آزار جنسی شده که البته خودش تکذیبشون میکنه. و در پایان پس از اینکه کاربران اینترنت در اینستاگرام در مورد جالب بودن اون تخم مرغ مشهور توافق کردند، این هفته درگیر یک اختلاف عمیق شدند. اما این بار اختلاف سر رنگ لباس نیست، مسئله اینه که حرف ایکس رو چطوری می‌میسن. این موضوع یک سری اختلاف بین المللی به همراه داشته. خطهای رنگی نشون میدن که وقتی میخواید حرف ایکس رو بنویسید از کجا باید شروع کنید و کجا تمومش کنید. نتیجه گیری نهایی اینطور بوده که آمریکایی‌ها ایکس رو شبیه شماره 7 و 8 می‌میسن و مردم بریتانیا به شکل 5 و 6. فالاوت 76، بازی خوشنامی که به خاطر داشتن 21.2 سال سابقه درخشان کلی مشتری پرپا قرص داشت، با نسخه جدیدش تمام اعتبارش پنداری یه شبه دود شد و رفت هوا. البته این نظر فقط منم نیست، انقدر نقد و اعتراض از نسخه بتا که یه ذره زودتر از اصل بازی آمده بود بیرون زیاد شد که خیلی ها از خرید نسخه نهایی اصلا گذشت. خیلی ها هم یکم بازی کردن و ول کردن و رفتن. تو نسخه قبلی فالات که توی قرن 22 اتفاق می افتاد، دیدیم که جهان بعد از یک انفجار اتمی کلی از ساکنینش از دست داد، به جز اونایی که خودشونو به محفظه های مخصوص و امنی که دولت برای جنگ های اتمی آماده کرده بود رسوندن. این اصحاب کف 200 سال بعد که بیدار می شدید، باید شروع می کردید به پیدا کردن مواد اولیه و ساخت ابزار مورد نیازتون. زمان این بازی داره یه وقتی توی آینده اتفاق میفته. تکنولوژی‌های این دنیا هم خیلی از چیزی که ما داریم استفاده می‌کنیم الان پیشرفته ترن، ولی ظرافتی در کار نیست. مثلا به چیزی که به مچ این کاراکتر بسته شده دقت بکنید، هیچ شباهتی به ساعت‌های هوشمند الان ندارن. کارهایی که انجام میده خیلی زیاده، بخش عمده ای از کارهایی که تو بازی باید انجام بدید و با همین دستگاه انجام میدید، ولی یه ذره یوغور و غریب و عجیبه. نقشه بازی خیلی بزرگه. خب انتظار داری که این دنیای عظیم مثل یه درخت باشه، پر از مأموریت‌های فرعی که مثل شاخه‌های کوچک و بزرگ به تنه اصلی داستان چسبیده باشن و هر کدوم بخشی از پازل داستان رو تکمیل کنن. اما اینطوری نیست. دائم داری توی شهر بزرگ ویرانه میچرخی، اما هیچ دیالوگ یا ویدیویی نیست که داستان اون روزا رو تعریف کنه. تأخیر توی واکنش‌های چیزهای مختلف توی بازی رو زیاد میشه دید. مکانیک بازی هم ضعیف و ساده است. کرش کردن و بسته شدن زیاد بازی هم از تجربه‌های خیلی بد و اعصاب خردکن برای من بود.
تنها میتونید بازی بکنید، ولی چون داستانی وجود نداره بهتر چند تا رفیق پیدا بکنید و یه تیم تشکیل بدید، کنار هم برید، دنیا رو بچرخید و لذت ببرید. وگرنه بازی خیلی سریع میتونه به یه سیاه چال تبدیل بشه، تمام وقت و اعصابتون رو یه جا ببله. از قدرت نمایی سازنده های بازی دو تا نکتهش خیلی تو چشمه: نورپردازی و تم رنگی سرد محیط، تنهایی و غم پشت تمام زندگی ها و شادی هایی که یه روزی اونجا بودن رو دائما جلوی چشمتون میاره. طراحی صحنه های شلوغ پر از چیزایی که یه وقتی خیلی شیک بودن، کنجکاوی کشف یه دنیای جدید رو یه جوری میندازه تو وجودت که میخوای تو هر سوراخی سرک بکشی. موسیقی، صداها و افکت‌ها هم با تمام اون المان‌ها هم نوا هستن. حالا خیلی ها میپرسن شرکت بتستا برای اینکه بتونه اعتبار از دست رفتش رو به دست بیاره، دفعه بعد باید چه شاهکاری خلق کنه؟ مسابقات روبوتکس در تالین استونی یکی از بزرگترین و مهمترین رقابت‌ها در این حوزه است که هر ساله تیم‌های زیادی را از سراسر دنیا به سوی خودش می‌کشه. کاوون خموش سری زده به محل برگزاری مسابقات و گفتگوی داشته با تیم ایرانی صدر ربات. مسابقات بین المللی روبوتکس استونی در سال 2018 نمایندگانی از گوشه و کنار جهان را کنار هم آورد و فرصتی بود برای نسل جدید علاقه‌مند به ربات و ربات‌سازی تا تبادل نظر کنند، ایده های خود را به نمایش بگذارند و توانایی های خود را محک بزنند. ایران با ربات امداد خود در این مسابقات حضور داشت. ایده امسال دانشجویان مرکز صدرا دستگاهی است که به درد اوضاع و شرایط اضطراری بخورد. ایران در چند سال گذشته آمار بلند بالایی از تلفات انسانی به دلایل از جمله حوادث خونین ترافیکی، آتش‌سوزی‌های تراژیک و زمین لرزه‌های مرگبار ثبت کرده. این زمین لرزه در کرمانشاه مرگبارترین زمین لرزه جهان در سال 1396 بود. یا آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که در کنار خسارات سنگین مالی جان بیش از 22 نفر را گرفت، حتی جان آتش‌نشان‌ها را. این ربات کوچک آیا در آینده دستیار امدادرسانان خواهد شد؟ در مسابقات روبوتکس استونی بیش از 35,000 شرکت کننده حضور دارد. تیم کوچکی هم از ایران در این مسابقات شرکت کرده با این ربات کوچک. آقای داوود جعفری اینجا با ماست که توضیح میدن این ربات کوچولو چه کارایی داره. ربات که کارآموزای ما ساختن و کار کردن به نام فولت ریس هست و این لیگیه که ربات باید بیاد مانع‌ها را تشخیص بده و دیوارها را تشخیص بده و به نام ربات امداد مشخص بشه و اگر یک مانعی اومد جلوش با این سنسورهایی که جلو و کنارش هست میتونه ربات بیاد و دور بزنه و کار بکنه و به هیچ عنوان به دیوارها نباید بخوره، مانع رو باید تشخیص بده، مانع رو نباید بندازه. دستگاهی که روی این ربات هست و میبینید این دستگاه تولید خود ما هست توی ایران به نام SRC یعنی صدرا ربات کنترلر که کار شده و نرم افزاری که روی این هست و بچه‌ها آموزش می‌بینن باش و ربات‌های مختلف رو می‌سازن برابری می‌کنه از لحاظ دانش فنی با نرم افزاری که تو کل اروپا و آمریکا هست و به خاطر شرایط که پیش اومده ما تونستیم با این بومی‌سازی یه کار خیلی حرفه‌ای تو بحث کارآفرینی ایجاد کنیم. نکته‌ای که هست اینه که حتی این بردایی که شما اینجا می‌بینید با نرم افزار آلتیوم طراحی شده و خود بچه‌ها اینو ایجاد کردن و کار. خب شما اسم این ربات ربات امداد گذاشتین اگر اشتباه نکنم، در چه حوزه‌های قرار است از این استفاده بشه؟ ببینید توی حوزه دانش آموزی وقتی میگیم امداد و نجات یعنی که ما شبیه سازی امداد و نجات انجام میدیم و در قالب این میتونه طراحی بشه یک ماشین هوشمند بشه. الان میدونید که توی حوزه خودروسازی یا تو حوزه صنعت ساختمان حوزه‌های مختلف الان علم رباتیک داره رشد پیدا میکنه.
قرار بود گروه بزرگتری از ایران نمایندگی کند، اما تحریم‌های آمریکا روی کار دانش آموزان رباتساز ایران هم بی تأثیر نبوده. ما در ابتدا 20 نفر ثبت نام کننده داشتیم و اومدن ثبت نام اولیه را انجام دادن، ولی به خاطر شرایطی که پیش اومد متأسفانه نتونستن شرکت کنن، چون که ما اسپانسر نداریم توی بحث اعزام برای مسابقات خارجی. انشالله در آینده این مشکل هم حل بشه. روبوتکس میگه مجبور شده به دلیل شراکت با شرکت‌های آمریکایی کل روابط اقتصادی و مالی خود را با ایران قطع کنند. در اعلامیه روبوتکس آمده که ما می‌خواهیم جنبش روباتیکی را بسازیم که هیچ تبعیض درش نباشه، اما مجبور بودیم تصمیم دشوار بگیریم. بین یک ابرقدرت جهانی و دیگر کشورها یکی را باید انتخاب کنیم. بنابراین دیروز برای اینکه شراکت خود را با آمریکا حفظ کنیم، تمام روابط خود را با ایران متوقف کردیم. اما دانش آموزان ایرانی تلاش میکنند تا تحریم ها مانع پیشرفتشان نشود. مسابقات مختلفی ما شرکت کردیم، مسابقات ژاپن شرکت کردیم، مسابقات تایوان شرکت کردیم، مسابقات چین شرکت کردیم. تو مسابقات چین بچه ها رتبه اول مسابقات شانگهای را به دست آوردن تابستون امسال. یه تیم خیلی بزرگی هستیم تو ایران و انشالله بتونیم یک روزی میزبان مسابقات جهانی توی ایران باشیم. ماجیک لیپ وان یک عینک واقعیت ترکیبیه که در اون شخصیت‌های دنیای مجازی رو با دنیای واقعی در تعامل و ترکیب می‌بینیم. نیک کویک همکار ما سری زده به دفتر شرکت فریم استور تا از نزدیک آزمایشش کنه. روی میز پرنده‌های گوناگون می‌بینم که شمال و جنوب نیوزیلند پرواز می‌کنند. الان میگین این نیک باز مسته. زیر میز هم ماهی میبینم. یا مسته یا دوباره با اون عینکای بدقواره توهم زده. آها، تخم طلا اومد. واقعیت اینه که نه مستم نه توهم زدم. در واقع دارم یه تور مجازی فشرده نیوزیلند میبینم به راهنمایی پرنده کیوی. بقیه هم مثل من. اینجا دفتر شرکت جلوه‌های تصویری فریم استور در لندنه. داریم بازی جدید ماجیک لیپ رو امتحان می‌کنیم. آیا این محبوب‌ترین جای عروسی در نیوزیلنده؟ می‌زنیم آره. ماجیک لیپ وان یک عینک واقعیت ترکیبیه، یعنی شخصیت‌ها و اشیای مجازی با دنیای واقعی اطراف شما در تعاملند. یعنی شما رقیبت رو هم اون طرف میز می‌بینی. روی عینک بلنگو هم داره که صدای بقیه و صدای بازی رو بشنوید. مردم اغلب وقتی اسم نیوزیلند میاد یاد چشم‌اندازهای زیبا یا فیلم ارباب حلقه و هابیت میافتن، ولی نیوزیلند خیلی بیش از ایناست. با این تجربه واقعیت ترکیبی میشه ماجراها و چیزهای دیگه این کشور رو هم به مردم نشون داد تا نیوزیلند رو جور دیگه ببینن. این فناوری جدیده، هم نرم افزار جدیده هم سخت افزار. مدت ها کار کردیم تا بفهمیم بعضی از این تجربه‌ها چطور کار میکنن. حسگرهای روی عینک و 6 تا دوربین حرکت شما رو دنبال میکنن و تشخیص میدن دست شما هر لحظه کجاست. در نتیجه توهم آدم شدیدتر میشه و میتونه با چیزهای دیجیتال تعامل کنه. او تخم طلا اومد، دست شما درد نکنه. همه کسایی که عینک دارن همون چیزها رو میبینن، اما هر کدوم از بهترین نقطه دیدشون. در نتیجه پیت، این پرنده کیوی، همزمان با چند نفر حرف میزنه و هر کس فکر میکنه فقط با اون داره حرف میزنه. حاضرین؟ حرکت. مشخصه که شرکتی که اخیراً 6 میلیارد دلار قیمت گذاری شده به اندازه کافی پول داره که از این تجربه ها بکنه. ایر نیوزیلند امیدواره در آینده این فناوری رو توی هواپیما هم ببره و مسافرها رو به نیوزیلند نرسیده مسحور کنه. در نهایت میخوان این بازی همگانی بشه و همه بتونن توی خونه هم بازی کنن، ضمن اینکه کیفیت تعامل بازی ها هم بهتر بشه. ولی علل حساب من با همین جایزه هولوگرافیکی که گرفتم خوشم. تخم طلایی میرسه به نیک. برنامه کلیک همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو میتونید تو وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. از طریق یوتیوب بی بی سی فارسی میتونید این برنامه و برنامه قبلی رو
تماشا کنید. با ما در تماس باشید، نظر و پیشنهاد بدید. اگر سوژه جالبی به ذهنتون میرسه که دوست دارید ما پوشش بدیم، حتما از طریق توییتر با شناسه @persianclick یا از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.